برای بررسی بیشتر مراسم تحلیف مسعود رفیعی طالقانی روزنامه‌نگار از تهران با ما همراه هستند. درود بر شما آقای طالقانی. مهمترین نکات سخنرانی آقای رئیسی چه بود؟ درود بر شما جابری سپاه و میهمانان بر بینندگان محترم صدای آمریکا. عرض بزرگتون که والا من تصور میکنم سخنرانی ایشون در این مراسم تحلیف هیچ نکته خاصی که من بخوام بگم نکته خاصی بود متفاوت با دوره‌های قبلی ریاست جمهوری در ایران واقعا نداشت، به دلیل اینکه ایشون در شرایطی داره ریاست جمهوری رو در ایران آغاز میکنه، سکان قدرت اجرایی کشور رو در دست میگیره که کشور با ابر بحران‌های جدی در واقع مواجه هست و ما انتظار داشتیم که اگر چنانچه ایشون به قول خودشون و اطرافیانشون عزمی برای در واقع تغییر این شرایط دارن، حداقل نکاتی رو در این سخنرانی بسیار مهم آغاز کارشون در واقع اشاره بکنن. اما جدای از این، من اگر بخوام فهرستوار بگم، ایشون در واقع باز بیشترین تمرکزشون رو گذاشتن بر اون آرمان‌های در واقع پیشین جریان اصلی که ایشون در این انتخابات نمایندگی کرده، جریان اصلی حاکمیت، در واقع همین بحث دفاع از مظلومین در دنیا که ایشون مطرح میکنن، در واقع به اون معنایی که ما در این 42 ساله عمر جمهوری اسلامی میبینیم، در واقع به این معنا که دوستی و آشتی و نزدیکی با گروه هایی که در دنیا یک شناخت خاصی ازشون هست و اون شناخت خاص رو کشورهایی که دارن در یک زندگی نرمال، در یک شرایط نرمال پیش میرن، نمیپذیرن. اما نکته بعدی همین بحث مبارزه با فساد بود که ایشون مطرح کرد، که در واقع گفته میشه ایشون در از ابتدای حضورشون در قوه قضاییه این بحث رو به حدودی دنبال کردن، اما در این سخنرانی هم مطرح کردن و در دوره تبلیغات ریاست جمهوری هم مطرح میکردن که ما مبارزه با فساد رو در قوه مجریه بهتر پیش خواهیم برد. اما خب این رو هم باید ما به دیده تردید بهش نگاه بکنیم، چون مبارزه با فساد یکی عوامل و ابزارهایی میخواد که من بعید میدونم در دولت ایشون با کابینه احتمالی ایشون که در واقع بنا هست که معرفی بشن به مجلس شورای اسلامی بتونن پیش ببرن. نکته بعدی تا حدودی که مطرح کردن بحث تورم، حل بحرانهای اقتصادی کشور بود که مطرح کردن، ولی باز ما از دوره تبلیغات ریاست جمهوری ایشون که نگاه میکنیم میبینیم که هرگز برنامه روشنی رو برای حل این بحران‌ها در واقع مطرح نکردن که جامعه بدونه که ایشون میخواد ذیل این برنامه‌ها بحران‌های اقتصادی کشور رو حل بکنه. اما اون چیزی که در سخنرانی ایشون واقعا غایب بود، در سخنرانی روز تنفیذ ایشون هم غایب بود، بحران‌ها ابر بحران‌هایی هست که کشور باهاش مواجه، مهمترینش کرونا هست که امروز که من الان با شما صحبت میکنم، ما همین امروز حدود 40,000 نفر مبتلای جدید رو در کشور شناسایی شدن و حدود 434 نفر مرگ ناشی از کرونا رو داریم که ایشون هیچ در واقع اشاره‌ای به این موضوع نکرد که قرار هست سیاست دولت ایشون چی باشه. من بگذارید در جمع‌بندی این عرایضم خدمتون بگم که ما انتظار داشتیم اگر بناست که ایشون رئیس جمهور متفاوتی باشن طبق اون چیزی که ادعا میکنن، ما انتظار داشتیم این سخنرانی رو به یک شکل دیگری انجام بدن، در یک چارچوب‌های دیگری انجام بدن و سخنانی رو مطرح بکنن که جامعه، این جامعه‌ای که ملتهب هست از عوامل مختلف، انتظار شنیدنشون داشته باشه. ولی ما باز یه سری حرف تکراری شنیدیم که اگر من بگم شبیه هست به سخنانی که در دوره آقای احمدی نژاد در مراسم تحلیف آقای احمدی نژاد مطرح شد، بیراه نگفتم.